مکانیسم ماشه و برگشتن تحریم ها توسط آمریکا بالا گرفتن بحران در رأس نظام ورشکسته آخوندها رویترز یک مقام ارشد سیاست خارجی رژیم ایران گفت تصمیم ما این است که در برجام بمانیم حتی اگر آمریکایی ها ماشه را بچکانند کیهان خامنه ای پالس خطرناک اینکه مقام های ایرانی به رویترز گفتند حتی در صورت استفاده آمریکا از مکانیسم ماشه از برجام خارج نخواهیم شد اقدامی خطرناک و خسارت بار است خبرگزاری رویترز 29 مرداد 99 چند مقام رژیم ایران گفتند سرنوشت توافق اتمی شکننده 2015 بستگی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر و نه تلاش برنامه ریزی شده آمریکا برای چکاندن ماشه تمامی تحریم های سازمان ملل علیه تهران در این هفته دارد. یک مقام ارشد رژیم ایران در امور سیاست اتمی به شرط ناشناس ماندن گفت الان تصمیم این است که در برجام بمانیم حتی اگر آمریکایی ها ماشه را بچکانند. مقام دوم رژیم ایران و یک مذاکره کننده سابق اتمی گفت ما به لحاظ فنی و سیاسی آماده خروج از برجام هستیم. مقام دیگر به شرط ناشناس ماندن گفت اما ما باید هوشیار باشیم که به دام آمریکا نیفتیم که میخواهد ما را به خروج از برجام حل بدهد. از سوی دیگر کیهان خامنه ای سیومه مرداد 99 نوشت خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد به رغم تحریم های آمریکا و تهدید این کشور به استفاده از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم های سابق شورای امنیت علیه ایران تهران قصد دارد توافق هسته ای را تا زمان انتخابات ماه نوامبر آمریکا زنده نگه دارد رویترز در ادامه ادعا کرد چند مقام ایرانی به رویترز گفتند سرنوشت توافق هسته‌ای شکننده بین ایران و قدرت‌های جهانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر وابسته است نه به برنامه پیشنهادی دولت ترامپ برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران در شورای امنیت سه مقام ایرانی به رویترز گفتند تصمیم مقامات تهران بر این است که حتی به رغم فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران در شورای امنیت تهران در برجام بماند و منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا باشد این مقامات گفتند امیدواری تهران بر این است که پیروزی بایدن بر ترامپ در انتخابات آتی برجام را نجات خواهد داد یک مقام ایرانی که در جریان مذاکرات هسته ایران بوده به شرط افشا نشدن نامش به رویترز گفت حتی اگر آمریکایی ها بزرگترین اشتباه خود یعنی استفاده از مکانیسم ماشه را انجام دهند تصمیم ایران ماندن در برجام است تا لحظه تنظیم این گزارش مقامات ایرانی این ادعای رویترز را تکذیب نکردند در صورت صحیح بودن این خبر این اقدام مقامات مذکور اقدامی خطرناک و خسارت بار است پیش از این ترامپ به این دلیل بدون هزینه از برجام خارج شده بود چون از ماندن ایران در توافق مطمئن شده بود مقامات ارشد دولت در همان مقطع تاکید کرده بودند که حتی اگر آمریکا از برجام خارج شود ایران در توافق میماند اکنون نیز ارسال این پالس خطرناک مبنی بر اینکه حتی اگر مکانیسم ماشه هم اجرا شود ایران در برجام میماند طرف مقابل را به گستاخی و اجرای این اقدام ضد ایرانی تشویق میکند رونمایی دو موشک نوساز توسط آخوند روحانی به نامهای قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس اقدامی از سر گیجی در واکنش به کشیدن ماشه تحریم ها مسکن برای بسیج و پاسداران نظام آخوند روحانی از دو موشک ساخت رژیم ولایت فقیه به اسم دشخیم قاسم سلیمانی و تروریست تحت امر رژیم ابو مهدی مهندس رونمایی کرد و پاستار قاسم تقیزاده جانشین وزیر دفاع رژیم در اظهارات مزهکی مدعی شد ما در موشک های زمین به زمین به لبه های دانش روز رسیده ایم. همچنین در موشک های کروز بر تمام تحریم های دشمنان غلبه کردیم. به دنبال رونمایی موشک توسط رئیس جمهور ارتجا، شبکه های اجتماعی مملو از پیام در اعتراض به صرف هزینه های سنگین و مسخره کردن قدرت نمایی رژیم بود. در پیام ها از جمله آمده است در کشوری که مردمش قضا را در سطل زبال جسجو می موشک به چه دردی می لیاقت قاسم سلیمانی تروریست همین است که اسمش روی موشک حک بشود. با این موشک ها می خانه های کودکان سوری را بر سرشان آوار کنند یا هواپیمای مسافر برای بزنند. موشک قاسم سلیمانی را ساختند که فقط هواپیماهای خودی را بزند. راجب موشک قاسم سلیمانی گزارش تهیه کردند که نقطه زن است و قابلیت های زیادی دارد. مثلا هواپیمای مسافربری را توی هوا در کسری از ثانیه پودر می کند. بعد از مجسمه های خنددار قاسم سلیمانی، امروز از موشک سلیمانی رونمایی شد. سپاه چند تا موشک از کره شمالی خریده و رنگامیزی کرده و اسمش را گذاشته قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس.